never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های تصویر پارسه، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز در رابطه با فریدون فروغی صحبت میکنیم و خواننده بی نظیری که تا کنون مثل اون در عالم موسیقی وارد نشده. فریدون فروغی در 1329 خورشیدی در محله سلسویل تهران متولد شد. پدرش کارمند اداره دخانیات بود و خودش به تنهایی به سرودن شعر و نواختن تار می پرداخت. خانواده پدری او از ملاکان بزرگ بودند. در ابتدا از جانب پدرش نام فرهاد برای او انتخاب شد، ولی با خواست پدر بزرگ نام او به فریدون تغییر یافت. او آخرین فرزند خانواده بود که سه خواهر بزرگتر از خودش به نامهای پروانه، عفت و فروغ داشت. او در سال 1335 و سن 6 سالگی تحصیل خودش را آغاز کرد و عاقبت در سال 47 مدرک دیپلم طبیعی خودش رو گرفت و پس از آن دیگر تحصیل رو رها کرد. وی موسیقی رو بدون داشتن استاد و با توجه به علاقه‌ای که به موسیقی راک و به خصوص آثار ری چارلز داشت با تمرین فراوان آموخت. فریدون سال 1348 صاحب کاباره کازابای در شیراز از او خواست که برای اجرا در اون مکان به شیراز بره. زمان سفر فریدون به شیراز و همکاریش با اون کاباره اوایل دهه 50 همزمان با انتشار موسیقی فیلم تنگنا مشخص شد که به اونها پیوست و در اواخر دهه 40 او به خواننده‌ای بلند آوازه در کلوب‌های شبانه تهران قدیم و ستاره صحنه‌های کافه‌های معروفی چون مارگیر و کاکوله شد. در سال 52 در فیلم تنگنا ساخته امیر نادری با ملودرامی شورانگیز و تکان دهنده منفردزاده صدای فروغی رو بر تیتراژ فیلم گذاشتند. در همان سال چندین ترانه اجرا کرد که شاخص‌ترین اونها نیاز بود.
در گذشته فریدون فروغی در روز جمعه 13 مهر 1380 در منزلش در تهران پارس تهران به دلیل سکته قلبی در سن 50 سالگی درگذشت. او را در روستای بورقورک در بوین زهرای قزوین در کنار برکه کوچک در سایه کوهی بزرگ و در آرامشی که سالها انتظارش رو میکشید به خاک سپرده شد. شهریار قنبری، یار و دوست قدیمی فریدون، درباره مرگ او میگه: فریدون فروغی برای دومین بار میمیرد. نخستین بار وقتی مرد که نتوانست بخواند و دومین بار وقتی مرد که میخواست بخواند. فریدون رو فراموشی و خاموشی کشت. یادش گرامی باد.